خدا سلام، حالتون چطوره؟ حالتون خوبه؟ برنامه حرف تو حرف شروع شد. میدونیم که مشتاقانه منتظر دیدن بودین، به دیدن برنامه بودین و الان منتظر هستید که 50 ساعت برنامه براتون پخش کنیم، ولی متاسفانه ما نمیتونیم بیشتر از 20 دقیقه براتون برنامه پخش کنیم. دقت داشته باشید، حرف تو حرف 20 دقیقه است آقا. من فقط هم از شبکه تهران پخش میشه، از هیچ شبکه دیگه پخش نمیشه. حرف تو حرف شبکه تهران 20 وقت داره. تمام 20 دقیقه. بله، وقت داره تمام شد. بله آقا، من رفته بودم تو یک رستوران، نشستم گفتم آقا این کتابتونه که توش اسم غذا هست، لیست غذا میگن بهش، آورد فهرست، فهرست آورد. نگاه کردم یکی از غذاها بود اسمش کاپولوستیون با سس فرنیچل. گفتم اینو بیارین. بس غذا هم آورد. گرونتر بود. گفتم یک بارم حالا شده تو هرمون به خودمون مثلا یک خورده آوانس بدیم، اونو بیاریم. آورد، همون املت خودمون بود. خسته نباشید. بهان، ساعت چنده؟ یک و ربع نصف شبه. شب بیدار شدم. این چیه؟ بمب؟ جاسوسی چیه؟ چه بامزه، چرا قوه داره. کلام غیر از شایی من هیچ چیز دیگه بلد نیستم جلو شما بذارم. تم شد رفت. حالا هی سر به سر من بذار. هی سر به سر من بذار. چی میشه؟ هیچی. پس برای من طلاقت میدم، خیلی راحت میشه.
ابدا ابدا من زودتر این تقاضا رو حالا خوبه من مثل پسر خالم نیستم خوبه من مثل پسر خالم نیستم من میدونم تو ارثت از چیه اون ها ارثت از چیه از اینکه من میرم کلاس ورزش کلاس کامپیوتر دارم پیشرفت میکنم چش نداری ببینی بله شما تشریف من این کلاس ورزش تشریف من این کلاس چه میدونم شیرینی پزی بنده ناهار ندارم تو این خونه بخورم چش نداری ببینی چش چی ندارم من باید مثل پسر خالم باشم مثل پسر خالم باشم که چیکار میکنه خام زور میاد خونه آنچنان چش خورایی میره که غذاش اینجوری رو میز حاضر با بهترین ادویه حتی تو پسر خالت چش قره برین من عمرن غذا جلو هیچ کدومتون نذارم الکی بس من سنسو بلند نکن ببین من آدمی نیستم من آدمی نیستم که جلوت کتاب بیام من عصبانی بشم من شکم برام مهمه غذای من هر روز باید آماده باشه نه عصبانی بشو ببینم عصبانی ببین بشم ببین ببین بزن از رستوران برو رستوران حرف بزن بزن من حرف بزن یعنی چی بزن من حرف بزن مشترک فقط یعنی فقط غذا بله یعنی غذا بجز غذا بجز غذا بجز غذا بجز غذا پسر خاله های من پسر دایی من اومدن اینجا اون چه طرز رفتاری بود پسر قله پسر دهی پسر با کشتی من فامیلای من فامیلای من وقتی میان توی این خونه میان توی خونه من باید راحت باشن بله تو خونه خودشون میتونن راحت باشن نه خیر من یعنی برم اونجا واسه شون قضا درست کنم اما اقسام بچینم جلوشون آقا جان کور خوندی من دیگه تن به این زندگی نمیدم تموم شد من میگم تو هرست از این گرفته دیگه همین ببخشید چی شد بابا جان؟ رسیدید به تفاهم یا نه؟ نه متاسفانه ما به تفاهم نرسیدیم نمیشه بابا جان ایرادی نداره خب ایرادی نداره حرف اولو دختر و پسر میزنن دیگه و بالاخره در آینده این دوتا قراره با هم دیگه زندگی بکنن درسته در هر صورت ببخشید اگر مزاحمتون شدیم پذیرایی هم کردیم چه زحمت بود بالاخره باید حرفای همدیگه رو میشنیدین دیگه فردا که تو زندگی مشکلات که پیش بیاد نمیشه خب هیچ ایرادی نداره حالا فهمید خیلی نه دیگه خواهش بس زحمت کنیم ما یه قرار خواستگاری دیگه هم گذاشتیم با پسرم قرار جای دیگه هم بریم با عزتتون خواهش می‌کنم خواهش می‌کنم ایرادی نداره خانم فرمان دهنتون شما شیرین کنید تشکر چایتون رو میل بفرمایید خیلی متشکرم زنده باشید صرف شد خیلی ممنون خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ سلام، خسته نباشید. نظر شما را به گزارش برنامه حرف تو حرف جلب می‌کنم. نظرتون راجع به تفریح چیه؟ تفریح خیلی خوبه ولی مهمتر از اون اینه که توی یک خانواده همه اعضای یک خانواده به یک نوع تفریح و به یک شکل تفریح علاقه مند باشن یعنی توی تفریح هم سلیقه باشن خیلی ممنون قربون آقا خسته نباشید قربون شما ببخشید نظرتون راجع به تفریح چیه؟ تفریح؟ بله شما دارین الان تفریح میکنین دیگه کارتون اصلا تفریحه دست شما دردن خواهش آقا سلام خسته نباشید ببخشید نظر شما راجع به تفریح چیه؟ بله تفریح یکی از پایه های اصلی علم ریاضیاته هر فیزیکدان یا هر شیمیدانی در دوره دبستانش مطمئنن تفریح خوبی داشت معذرت میخوام من عرض کردم نظرتون راجع به تفریح چیه ببخشید معذرت میخوام اشتباه از بنده بود خواهش میکنم تنبیه یکی از پایه‌های انحراف در دوره بلوغ است من معذرت میخوام عرض کردم تفریح تشویق تشویق یکی از پایه‌های اصلی تربیت معذرت میخوام نظرتون راجع به تفریح چیه من شرمنده ام من واقعا حواسم پرته تزریق یکی از پایه‌های اصلی علم پزشکیه من واقعا معذرت میخوام از اول اگه واضح‌تر بیان می‌کردید من متوجه میشم خیلی ممنون خواهش خداحافظ خواهش سلام خسته نباشید قربان شما ببخشید نظرتون راجع به تفریح چیه کدوم تفریح عزیز من تفریح دیگه نمونده که بابای ما یه دونه ویلا خریده تو یکی از این جزایر ما هر موقعی که میخواییم بریم بگردیم میریم اونجا بعد وقتی هم که بهش میگیم بابا حوصله همون از اینجا هم دیگه سر رفته میره یه ویلا توی یه جزیره دیگه اونور دنیا میخواه این شد زندگی بله خوب اینم یه مشکلی خوش خیلی ممنون قربون شما خدا حافظ شما
بله الان وسطای برنامه حرف تو حرفه، ادامهشو ببین. ببخشید خانم، خیلی وقت منتظر وایسادی؟ منتظر چی؟ منتظر اتوبوس. از کجا فهمیدی میخوام سوار اتوبوس بشم؟ خب به خاطر اینکه اینجا وایسادی. مگه هر کی اینجا وایسه منتظر اتوبوسه؟ ببخشید، پس منتظر تاکسی هستی. وا، هر کی تو ایستگاه اتوبوس وایسه منتظر تاکسیه. خب پس حتما منتظر کسی هستی؟ منتظر کی؟ منتظر دوستتون. از کجا فهمیدی من دوست دارم؟ از اخلاق خوبتون. هر کی اخلاقش خوب باشه دوستم داره. آها ببخشید، پس حتما تنهایید. آها، هر کی اخلاقش خوبه تنهاست. پس منتظر دخترتون وایستادین. از کجا فهمیدی من دختر دارم؟ از قیافت. مگه هر کی قیافش مثل من دختر داره؟ منتظر اتوبوس نیستی، منتظر تاکسی هم نیستی، دخترم نداری، دوستم نداری، تنها هم نیستی. عجیبه. یعنی هر کی دختر نداشته باشه، دوستم نداشته باشه، نباید منتظر اتوبوس باشه نه؟ پس بگو منتظر اتوبوسی. بلیت اضافه داری خانم؟ برای چی میخواد؟ میخوام سوار اتوبوس بشم. مگه هر کی میخواد سوار اتوبوس بشه بلیت اضافی میخواد؟ خب پس پول خورد چی؟ پول خورد داری؟ برای چی؟ برای اینکه بلیت بخرم. از کی؟ از مسافرا. از مسافرا؟ من مسافرا بلیت اضافه دارم. بعضی هاشون. بچه خودت نداری؟ مثل تو؟ من که نمیخوام سوار اتوبوس بشم. پس چرا اینجا وایستادی؟ بابا جان خب اون ور خیابون. خب این از اول میگفتی. برای چی باید از اول میگفتم؟ خانم ببخشید من اصلا اشتباه کردم با شما حرف زدم. کجا میری وایستا جواب منو بده؟ ایوا، مگه نمیخواست سوار اتوبوس بشی؟ پس الکی اومده بود اینجا وایساده بود. اگه میخواست سوار اتوبوس بشه منتظر وای میساد. نمیدونم حتما بلیت نداشته، شاید هم رفته بلیت اضافه بخره. البته بلیت اضافه گفت مسافرها دارن، نمیره جای دیگه بخره. فکر نمی کنم، ولی اصلا دروغ میگفت، نمیخواست سوار اتوبوس بشه پس پیاده بره. کبری تیش بگی، تیش بگی، این یکی بی وفا تیش نگرف. تیش بگی بسوز. چی بود؟ پرنده بود؟ نه قربونو تو برم، یه عقاب بود. من فکر کنم هواپیما بود. نه اون یه موشک بود. نه اون کسی نبود جز هوخ شطره. هوخ شطره. چرا بازیمو خراب کردی؟ آتش سوزی؟ آتش بازی؟ بچه کوچی رو آتش بازی میکنه؟ خجالت نمیکشه؟ چرا که نکنه؟ من چه خجالت بکشم؟ جواب هوخشتر رو میدی؟ الان میبرمت تحویل بابات میدم. میگم تو داری کبریت بازی میکنی. آها بچه بیتربیت باید ادب شه. سلام
چطوری؟ سلام 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 بچه بیتا. سلام چطوری؟ خوبی؟ اینا رفیقات هم؟ بله رفیقه غریبی. من محصد کنم الان از تا او 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 استاد. با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز، استاد تکسیست هستم، برادر استاد مرحوم دوزیست. لیول پایین گریه کن. خلاصه که امروز بعد از اینکه دوشو گرفتیم گفتم خدمتون دوشو حتما باید قبل از شنا بگیرید برای اینکه موقع سکته نزنید. خب حالا آماده هستیم بازم این آقین حالا آماده هستیم برای امروز که میخواییم شنای قورباغه رو یادتون بدیم. ساسان بپر تو آب. بله بپر تو آب. نه به اشتباه. ببین الان تو باید صدای قورباغه رو بدی من شنا کنم. حتما توجه داشته باشین صدای شنای قورباغه است که شنا رو تکمیل میکنه. خب ما آماده هستیم برای شنا کردن در آب. عذر میخوام استاد. من تخصصم کاراته است. قبل از اینکه شنا قورباغه رو شما آغاز کنین، این عمقش چقدره نمیدونی؟ 4 متر. نمیشه کمترش کنید؟ آشنا داری؟ همین میپرم. کمتر؟ نه میپرم. قبل از من پیشنهاد میکنم قبل از اینکه شما شنا قورباغه رو درون آب برای بینندگان عزیز اجرا کنید، بیرون از آب این حرکات دست و پای قورباغه رو شنای قورباغه رو برای بینندگان عزیز اجرا کنید تا بهتر یاد بگیرید. حرکت قورباغه رو ببینید، دستای قورباغه رو اگه دیده باشی تو خونه دارن اکثرا قورباغه‌های کوچک، این دستای قورباغه به این شکل میره، پاشم به این شکل. و اگر توجه داشته باشید قورباغه در حال شنای قورقوری میکنه، اونه اون که شناش خوب میشه. خب استاد من پیشنهاد میکنم قبل از اینکه شما شیرجه بزنید درون آب از جلیقه نجات استفاده کنید که خطری شما رو تهدید نکنه. ما تو این مایه ها نیستیم داداش. یعنی استفاده نمیکنید از این؟ من کمربند دانه 5-6 ماهه توی کاراته. من پیشنهاد میکنم به شما نوچ، من میرم تو آب، شما صدای قورباغه رو در میارین، من حرکتش رو به بینندگان عزیز یاد میدم. خب آماده هستین؟ اینا مال بچهای زیر 5-6 ماهه. توجه داشته باشید این چند متره گفتی؟ 4 متر استاد. خیلی بی‌معرفت استاد. برای آخرین لحظه نمیخواین از جلیقه نجات استفاده کنم؟ ضربه بهت میزنم به تکیا. خب صدای قورباغه رو داشته باش از الان استاد. داشته باش. قرر قرر وق قرر. توجه داشته باشید که وقت چنای قورباغه قورباغه بده. وقت 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 قورباغه قرر 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 قورباغه قرر وقت وقت قورباغه بده. میکشم تو بیمارم. بینندگان عزیز متاسفانه در این لحظه دیگه کاری نمیشه انجام داد، کاری از دست من بر نمیاد. تا برنامه بعدی آموزش شنا همه شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون. بفرمایید. سلام از کم جناب رئیس. سلام علیکم. حالتون چطوره؟ حال حضرت عالی خوب است؟ بفرمایید. اجازه است؟ با اجازه شما. جناب رئیس، من سعی میکنم که در کمترین زمان ممکنه وقت حضرت عالی رو بگیرم. خواهش میکنم. همونجوری که مستظر هستید، من یک کارمند جز هستم ولی به نمایندگی بقیه کارمندان انتخاب شدم تا حرف دل کارمندا رو به شما برسونم. درد دل هست، مشکلات هست،
صحبت‌های خاصی هست که می‌خواستن شما حتما در جریان قرار بگیرید. بله. اگه لطف کنید اینا رو بررسی کنید، توی این پوشه جمع‌آوری کردم و هر کاری که فکر می‌کنید باید انجام بشه دستور بفرمایید تا انجام بشه. بعد آقای بالا شما جان. که الان توی اتاقتون نیستین، کسی هست کار شما رو انجام بده؟ بله؟ همینجوری؟ نه خیلی متاسفم. این مشکلاتتون. از جناب عالی من اجازه گرفته بودم که خیلی بامزه این شما. ببخشید. معذرت. تو بایگانی از این خبرها بود؟ من نمیدونم. اینم درد دل خودتونه که من دائما ارور میدم و من آقا بفهمت دارید کمرم شکر. تشکر میکنم با اجازت. آقای موزنی همه کارمند ها بیست روز برم مرخصی نفری 80 تومن هم برم. پالاچینو با تراول فلس، با تراولینگ مخصوص، با تراولینگ مخصوص اسپانیایی. حالا من این اسپانیاییش دیگه منو کشت. آها اون فرانسویش با اسپانیاییش چه فرقی داره اونو من نمیدونم دیگه. یه مقداری بیاین دور هم جمع شیم اسم غذامون رو بهتر کنیم. بذار اسم واقعی خودش. یه چیزی بنویسین که بدونیم چی میخوایم بخوریم. اسمش به بابا من که میام تو رستوران میخوام بدونم چی دارم میخورم. امیدواریم که از این برنامه برنامه‌ای برای لذت کافی رو برده باشید تا برنامه‌ای بعدی. خدا نگهدار.